سازمان موسوم به خط نو کمپاین اهدای خون به زخمی های جنگ را به روز سه‌شنبه در کابل آغاز کرد. فهیم صدیقی رئیس این سازمان در مورد چگونگی این کمپاین چنین گفت. ما تا ساعت 8 شام اینجا خواد بودیم و شهروندان افغانستان اینجا خواد آمدن، خون اهدا خواد کردن و فردا که ده محرم است ما هم برنامه اهدای خون را داریم که ساعت 7 صبح آغاز میکنیم الی 7 شام. در این حال افرادی که به هدف اهدای خون به پارک زرنگار شهر کابل گرد هم آمده بودند خواستند تا شماری از افراد اهل تشیع به جای ریختاندن خونشان در مراسم روز عاشورا خونشان را به کسان اهدا کنند که به آن نیازمندند. امام حسین علیه السلام تنها از یک مذهب نیست، از تمام مسلمان هاست، باید بیاد خون بتن که این نیروهای امنیتی ما ضرورت دارن، مریض هستن با خون ضرورت دارن. ما بدگی جوان ها ایست کرد، جوانی که صحتمند است باید بیاید به هموطن های خود، به پلیس خود، به اردو خود، به امنیت ملی خود خون بتن. یکی از سربازان نیروهای خاص قوای امنیتی افغان نیز برای اهدای خونش به زخمی های جنگ به این کمپاین آمده بود. با واده برادرای ما که امروز در خط نبرد قرار دارن، چی در ولایت هلمند است، چی در ولایت قندوز است، چی هم در اروزگان است، ما آمدیم اینجا خون ادا کنیم به او برادرای ما که امروز واقعا زخمی هستند. مقابل این ملت اونا دفاع میکنن، اونا شهید میتن روزانه، اونا زخمی میتن، ما هم آمدیم که خون ادا کنیم. این در حال است که در چند ماه اخیر در ولایت های مختلف افغانستان بخصوص در ولایت های کندوز، هلمند، بغلان و اروزگان درگیری ها شدت یافتند و در نتیجه آن شماری از نظامیان و غیر نظامیان زخمی شدند.